رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس فرانسه، با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای علیجانی. به نظر میاد که این نیروهای سرکوبگر به نوعی، حالا با اینکه تفاوت‌های شخصی دارن، اما یه سری ویژگی‌های خاص دارن که در همشون مشترک، اینطور نیست؟ با سلام، اجازه بدید در 11 سالگرد جانفدایی ستار بهشتی یادی بکنیم از او و مادرش گوهر عشقی، با چهره تکیده و موی سپید و شجاعتی بی‌نظیر که شجاعتش به ارث رسیده به دختران جوان و سرشار از زندگی نسل جدید و همین رمز ماندگاری ملت و نهضت. ستار بهشتی خودش یکی از قربانیان همین نیروی سرکوبی بود که شما سوال میپرسید. بله، ویژگی‌های مشترک نیروی سرکوب رو اگر حالا بگذاریم از سیری که داشته و پوست‌اندازی تاریخی که داشته، اگر به آخرین پوستشون که الان در صحنن بخوام بپردازیم، یه ترکیبی هستن از تعصب، جهالت و قساوت. تعصب دینی و سیاسی رو حکومت، یعنی بنمایه‌های نظام رو بهش سرسپردگی داشته باشن، اصل ولایت فقیه، ضدیت با غرب و امثالهم و اهل چون و چرا نباشن، و جهالت یعنی کمترین دانش و اطلاعات از جهان کنونی، و قساوت، قساوتی که حالا ناشی از نوعی هیجان هست، نوعی منش جاه طلبانه هست، منش ماجراجویانه هست و هدف وسیله رو توجیه میکنه که منش حاکم بر حکومته. به یه در یه عبارت میتونم میگم لومپنیزمی بی اصول. حالا به قول بچه های پایین شهر، ما یه لاتهای لوتی داریم، یه لاتهای نالوتی. اینا از نوع نالوتیش هستن، یعنی حتی اون فرهنگ جنوب شهری که به حالا اون فرهنگ خودشون دست رو زن و بچه مردم بلند نمی کنن، اینطوری نیستن. و من فکر میکنم شعار هیز توی، هرز توی، زن آزاد منم، در واقع علیه این منش و این گشت داره داده میشه. آقای علیجانی، حاکمیت سیاسی به طور مشخص خامنه ای و نهادهای امنیتی دقیقاً آیا طراحی و راهبرد خاصی دارن برای اینکه این افراد و بازوهای اصلی سرکوب رو انتخاب بکنن یا نه؟ به چه شکلی انتخاب میکنن؟ چه پروسه‌ای داره؟ حالا نظام سرکوب ابعاد مختلفی داره، جنبه رسانه‌ایش هست، جنبه قضاییش هست، جنبه خیابانی و میدانی و راهبردیش هست. ببین، قاضیای انتخاب میکنن برای این نوع پرونده‌ها که اینا معمولا نقطه ضعف‌های مالی یا به اصطلاح خودشون اخلاقی دارن، ولی نیروی سرکوب میدانیشون رو در واقع از کسانی انتخاب میکنن که در یه عبارت ساده باید گفت که دست و بازوشون باید بیشتر از مغزشون کار کنه. حالا اینا رو هیجان زده میکنن رو تعصبات مذهبی، رو نوح خانیم، روحیه ماجرای جویشون. به این وقتی طبقه متوسط فرهنگی میاد، عقده های طبقاتی رو در اینا تحریک میکنه، یعنی این یه راه برده. یه موقع دختران میان، زنان میان، اینها رو از عقده های جنسیشون استفاده میکنن. ببینید، همین امروز در راه بیمایی که گذاشتم، واقعا شعارهای بسیار مبتذلی رو اینا روی پلاکارداشون نوشته بودن. نه انقلاب مخملی، نه انقلاب دخملی، عذر میخوام، در برخی از رسانه هاشون انقلاب فاحشه ها یاد کردن. ببین، اینها دیگه در پایین ترین سطح دانش سیاسی و برخوردار از نوعی جهالت و قساوت و لومپنیسم هستن. ببین، شما وقتی بیاد یه کلاشینکوف و دست بچه‌ای بدین، نوجوانی بدین که فرق تکدیر و رگبار رو ندونه، میشه همین نسلی که اینا دارن تربیت میکنن. یعنی اینا رو هیجان زده بکنید، حالا یه موقع از ضعف‌های طبقاتیشون، از عقده‌های جنسیشون استفاده بکنید، ولی در مجموع استراتژیشون اینه، کسانی که دست و مشتشون بیشتر از مغزشون کار میکنه. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، همراه ما.